با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیوانی هستم. در این 28 روز از 8 ماه از 12 سال در 3 هزار ساعت 1:07 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 4:07 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 4:07 است، 10:07 است در اروپا، 9:07 در انگلستان و 11:07 است در ترکیه. شرمنده از اینکه قدری باز هم دیر شد و مشکلات فنی داشتیم، ولی همطور که وعده کرده بودم خدمتون، بعد از مدت ها امروز دستمون به دامان آقای حسن دایی رسید و خوشحالیم که میتونیم که با این دوست در حقیقت مردم ایران و کسی که به ایران میاندیشد گفتگویی داشته باشیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم و شما خوبان و نازنینان سلام بکنم به آقای حسن دایی. آقا سلام بر شما. سلام آقای بیوانی عزیز و سلام به همه هموطنان. قربانم. آقای دایی، مهمترین موضوعات که میخوام با شما امروز مطرح بکنم، ضمن احوال پرسی که آرزو دارم که همیشه شاد و سلامت باشی، مطلب این ماجرای کشورهای غیر متحده است که در تهران جمع شده است و میخوام بدم که این چه نفعی داره و چرا جمهوری اسلامی در این شرایط تن به چنین کاری داده، چرا اینقدر سرصدا کرده برای هیچی، علتش چیه؟ من میخوام از اینجا شروع بکنم اگر اجازه بفرمایید. بله، عرض کنم که خب طبیعیه که اگر بیام از همین شروع بکنیم که یک جنبش غیر متحدها هیچ اعتباری در جهان اعتباری نداره، قدرت اجرایی نداره. اینو فکر کنم در این روزها بارها و بارها اکثر تحلیلگران گفتن. همین کافیه که در نظر بگیریم که خیلی از هموطنان نشنیده بودن که نشست قبلی این جنبش غیر متحده کی بوده، یا مثلا تو 30 یا 40 گذشته مثلا کی و کجا غیر متحده بیانیه‌ای داده، دستورالعملی داده که مهم بوده. بنابراین این رو همه تکرار کردن و میدونیم که این جنبش غیر متحده زایده دوران جنگ سرده. یه سری از کشورهایی که میگفتن نه به این بلوک وابستیم نه به اون بلوک، که در واقعش هم اکثرشون متمایل به بلوک شرق بودن، در این حضور داشتن. بعد از پایان جنگ سرد هم در دهه 90 میلادی هیچ اعتباری اینها ندارن و هیچ ارزشی ندارن. اینها 3 پیش که ریاست دوره‌ای رو به جمهوری اسلامی واگذار کردن، تصمیم گرفتن 3 پیش که نشست در تهران باشه. این اصل ماجرا. حالا بس به اینجا میرسه که اولا چه فایده هایی برای جمهوری اسلامی داره این کنفرانس، ثانیا جمهوری اسلامی دنبال چی میگرده، چرا اینقدر سرمایه گذاری کرده، میلیاردها خرج کرده، مملکت رو تعطیل کرده و اینقدر سرمایه گذاری میکنه روی کنفرانسی که هیچ تضمین اجرایی نداره. دیدم دیروز هوشنگ امیر احمدی دیگه اونم صداش در اومده بود، اعتراض کرده بود به انگلیسی، این مسئله معروف رو گفته بود به برصورت که آفتاب لگن 100 نهار شام هیچی، یه مش آدم رو دعوت کردن ایران، کلی خرج کردین، ممکنه بابا و چرشم بکنن، ولی اینا اکثر کشورهایی هستند که خودشون تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو اجرا میکنن و بی خود نار جمع کردین که چی. ولی واقعش اینه که جمهوری اسلامی فایده میبره از این کنفرانس، این رو باید اذعان کرد. اما حرفی که من فکر کنم میخوام بزنم و فکر کنم مهمه لااقل به اعتقاد خودم، اینه که چرا سر جمهوری اسلامی این همه سرمایه گذاری کرده، دنبال چی میگرده، و این نشون میده اتفاقا مسیر آینده رو. یعنی این همه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی روی این کنفرانس نشون میده که در رابطه با تحولات داخل کشور، در برخورد با جامعه بین المللی، سر مسئله هسته‌ای چه مسیر رو میخواد انتخاب بکنه. ببینید جمهوری اسلامی خب اولی فایده و مهمترین فایدهش اینه که وقتی که رؤسای قبایل آدمخوار آفریقا هم دیگه نمیان با جمهوری اسلامی حاضر نیستن ملاقات کنن و عکس بگیرن، دیدید که وقتی که احمدی نژاد رفت برزیل، اون محافظین فرودگاه باش فقط عکس گرفته بودن. یعنی همه از جمهوری اسلامی پرهیز میکنن به شدت منظویه. خب وقتی 30-40 رهبر کشور، حالا کشورهای کوچولو
اینا بیان در تهران ظاهر بشن و عکس بندازن و خامنه ای برشون صحبت کنه، خب برشون یه مقدار نمایش خروج از انزواست. به چه درد میخوره نمایش خروج از انزوا؟ به این درد میخوره که اولا تو دل مردم ایران رو خالی کنه، بگه ببینید غرب انقدر داره تلاش میکنه که منو منزوی کنه، ببینید این همه رئیس کشور پشتن اومدن دیدن ما. حالا مردم هم چه میدونن که این جنبش غیر متحده مثلا ارزشی نداره، اینا همه اومدن دیدن ما. این یک، دل مردم رو خالی بکنه، قدرت نمایی بکنه که پس من قوی هم منزوی هم، سیاست فشار غرب و تحریم بیفاید است. دوم تو منطقه است، تو منطقه هم وضع جمهوری اسلامی و متحده هستیش سوریه و بعد حزب الله به شدت خرابه، اینها منزوی هستن، منفور هستن، با این قدرت نمایی سعی میکنه یه مقدار اعتبار کسب کنه، یه مقداری از این نان هم قرض خواهد داد و بشار اسد که یعنی در تحولاتی که هست در بدبستون هایی که ممکنه راجع به بشار اسد بشه بتونه یه امتیازی بگیره. سومش تو خارج کشور، کشورهای غربیه که شروع شده. من اتفاقا داشتم یه مقاله میخواستم بنویسم وسطاش هم هستم که از جمهوری اسلامی حرکت، از لابیستای طرفدار رژیم هم برکت. یعنی یه کنفرانسی گذاشته با خرج صدها میلیارد دلار که هیچ ارزشی نداره، بعد شروع کردن لابیستای جمهوری اسلامی و صدها خبرنگار که قلم به مزدن تو به خصوص آمریکا شروع کردن در مورد اینکه جمهوری اسلامی منزوی نیست، ما گفتیم فشار نیارید، گفتیم تحریم نکنید بیفایده است، چوبشو خودمون داریم میخوریم، دیدی که نمیدونم جمهوری اسلامی قدرت مانور داره، حرفایی که همیشه میزدن این بار با تکیه بر این کنفرانس گفت. اما نمیدونم تا الان حرفا مفهوم بوده جا؟ نه کاملا درسته، رو خطه خوشبختانه. فکر شما همیشه منظمه. این چیزی که در مورد شما همه اذعان دارن اینه که یه نظم فکری در شما وجود داره و ما از این بابت استفاده میکنیم. محبت دارم دوستان. اما نکته که من بخوام بگم اینه، ببینید هر کشوری یه اولویت های بر خودش قائله، هر رژیمی یه اولویت های قائله بر خودش. تو هر خانواده هم هست، تو هر خانواده شما بالاخره میبینید که رئیس خانواده یا رؤسای خانواده بالاخره یه سیستم کاری دارن. وقتی که اینها به بحران برمیخورن، تو بحران میان اولویتاشون انتخاب میکنن. مثلا شما فکر کنید در یه خانواده پدر یا مادر خانواده شغلشو از دست بده، خب یه ضربه مالیه، خونهشون رو از دست بدن، یکیشو خدا نکرده مریض بشه، ببینید تصمیماتی که میگیرن این ناشی از ماهیت اونها، از ناشی از نوع طرز تفکرشونه. حالا در مورد رژیم ها هم همینه، وقتی که یه رژیمی با بحران برمیخوره این رفتار و کرداری که میکنه اولا نشون میده چه جور رژیمیه، دوم میتونیم بفهمیم که میبخشیم در آینده چه خواهد کرد. حالا جمهوری اسلامی دیگه این شعر و شعار نیست، در مقابل بزرگترین و سختترین تحریمایی که میشه الهی یک کشور اعمال کرد قرار گرفته. یعنی دارن یک کاری میکنن که درآمدش رو به حداقل ممکن برسونن، در این اصلا تردیدی نیست. از اون طرف متحد خودش هم داره عدس میده، متحد اصلیش، یعنی سیاست خارجی که تو منطقه 30 سال براش 10 میلیارد دلار خرج کرده این داره فرو میپاشه. یعنی این شما نگاه کنید به وضع اقتصادی داخل، اقتصاد مملکت در حال فروپاشیه، گرانی، بیکاری، فقر مردم، یعنی تصویری بخوام یه رژیمی بدیم که دیگه از این خرابتر نباشه، اون چیزی که در ایران حالا داره اتفاق میفته. حالا جمهوری اسلامی بنابراین اولویتش چیه؟ الان اومده مملکت رو تعطیل کرده، یه کنفرانسی که اصلا ارزشی نداره، یعنی این غیر متحده ها حالا یه مش مفخور هستن که از آفریقا و نمیدونم کشور کوچولو جزایر اقیانوسیه در نمیدونم کجا پا میشن میان اینجا که حق حساب بگیره از جمهوری اسلامی. به غیر از او خیلی از اینها در گذشته هم اینجور بوده، مثلا بیانیه دادن دفاع کردن سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی، بعد تو شورای حکام یا تو مجمع عمومی سازمان ملل یا تو شورای امنیت خود اونا به علیه جمهوری اسلامی رأی دادن. بنابراین اینقدر بی‌ارزشه. چرا جمهوری اسلامی با این همه بحرانی که داره
اومده اینقدر خرج کرده، مملکتم ترتیب کرده فقط برای اینکه نمایش بده، بگه من منزوی نیستم. این نشون میده جناب ببانی که این حکومت اولویتاش چیه. اولویتش خروج از بحران نیست، اولویتش حل مشکلات نیست. ببینید مملکتی که از چند سال پیش، من این مثال بزنم، ببینید این مملکت از چند سال پیش معلوم بود دارن تحریم میکنن دیگه. حالا بگیم مثلا آقا سیاست شما این بوده که برید دنبال مقابله با غرب، نه نمیخواد کوتاه بیاد، این دیگه حالا بحث دیگریه. حالا شما که میدونید دارید تحریم میشید، درآمد نفتیتون هم فوق‌العاده بوده که نزدیک به 600 میلیارد در عرض 7 سال مثلا درآمد داشتید که رکورد بوده، شما چیکار کردید با این پول؟ اولویتتون کجا بوده؟ شما که میدونستید دارن تحریمتون میکنن، رفتید 70% این پول رو واردات کردید، جنس‌های بنجل از چین و پاکستان و هند و یعنی اولویت شما حتی این نبوده که بیاد اقتصاد خودتون سر سامان بدید که بتونید توی بحران در مقابل غرب بیستید. حالا حرف من اینه که این کنفرانس بیش از هر چیز اتفاقا نشون میده که چقدر این جمهوری اسلامی پرته، حتی وضع خودش رو هم نمیتونه درک بکنه درست، فقط دنبال نمایشه، دنبال اینه که قدرت نمایی بکنه، فکر میکنه این میتونه با این نمایشاتی که من از نمیدونم منزوی نیستم و اینها دردی از خودش حل بکنه. درد جای دیگه است، درد در آمریکا و در اروپا که اومدن شما تحریم کردن و یک ذره کوتاه میاد. بنابراین من نتیجه‌ای که از این کنفرانس میگیرم، علی‌رغم همه جنجال‌هایی که دور و برش خواهد بود، فلان رئیس کشور 4 ساعت بیشتر در تهران نمیمونه، همه دارن عذر رفتن به تهران رو میارن، اینا بماند، ولی جمهوری اسلامی رو نشون میده که ببینید اولویتاش کجاست. به جای حل مشکلات خودش که در درجه اول بعد با دنیا کنار بیاد، تازه اونم اگه نخواد بیاد کنار بیاد، در این شرایط حل مشکلش چیه که بیاد به اقتصادش سر سامون بده، روابط درست با 4 تا متحد داشته باشه، نه یکی یه سری مفخور جمع بکنی در تهران 4 تا ماشین بمب گذاری شده رو بده رو سکو نمایش بدی که من مظلومم، بعد لابیست های حرفه‌ای هم سراسر دنیا عکس این ماشینا رو بندازن بگن اسرائیل و جنگ طلبها ترور کردن، جمهوری اسلامی قربانیه، بنابراین بیگناهه، که پس فردا مثلا 4 تا از این ورشکستگانی که اسم چپ رو خودشونه تو نیویورک و تورنتو و لندن بیان برای شما تظاهرات بکنند که فکر کنید توش چی در میاد؟ هیچی. همین حرف که خود طرفدار شما هوشنگ امیراحمدی زده، نهار شام از مدد خواهد آفتاب لگن 100 دست، نهار شام هیچی. اتفاقا توی پیرامون فرمایش شما، وزیر خارجه چین هم در حقیقت این همین عبارت شما رو به کار بود، بهشون گفتش که من به جای شما بودم اول یه برنامه میریختم و قبل اینکه خودم با دنیا درگیر کنم یه برنامه میریختم برای اقتصادم، پایه ها و زیرساختام رو درست میکردم، یه زمانبندی میذاشتم، به اون که میرسیدم اون وقت شروع میکردم لغت زدن، ولی شما هیچ کاری نکرده اومدی این کار رو میکنی، خب طبیعتا با مشکل روبرو میشی. مسئله‌ای که توش اشاره کردی ماشین‌های بمب‌گذاری شده و اینا، دوباره ما چند وقت پیش شاهد بودیم که می‌دونم این کهنه است ولی چون دستمون به شما رسیده می‌خوام اینو دوباره تکرار کنیم، چند وقت پیش دوباره شاهد بودیم یه دو آدم دیگر رو دراز کردن که اینا نمیدونم 20 تا تیم بودن اومدن می‌خواستن ترور کنن، چه بکنن. چرا تو این شرایط جمهوری اسلامی تن به چنین کارهایی میده؟ مقصودش چیه واقعا؟ چی می‌فهمی ازش آقای دایی؟ ببینید یه تب من جمهوری اسلامی هست کردم، مهمترین چیزش همش کارهای تبلیغاتی و دروغ بافی، یعنی دروغ های این حکومت اولا دیدیم تو این سالها به یه حدی رسیده دیگه از خنده هم گذشته، شوکه کننده است، یعنی یه چیزای عجیب و غریبی گاهی اوقات میگن، ولی همینا رو جناب ببارید تو خارج کشور خرج میکنن. ببینید جمهوری اسلامی اهداف به اصطلاح خارج کشوری زیاد داره، خیلی هم اهمیت بده. من فکر کنم آمار و ارقامی نداره این حکومت، یه بار من گفتم تنها کشوری در جهانه که هیچ وقت ما نفهمیدیم
مثلا تورم چنده. تورم مثل این میمونه که یه آدم مریضی تب داشته باشه، شما وقتی میایش دکتر، بالاخره دکتر وقتی میاد بیمارستان دکتر مریض ببینه، اون چارت رو اون نمودار رو هم داره نگاه میکنه، میبینه نوشته مثلا تب دیرو بوده 38 امروز شده 39. آخه تب دیگه مهمترین چیزی دیگه در جهت بدن، تورم برای اقتصاد اولین چیزه که نگاه میکنم این آقا تورم چقدره یا بیکاری چقدره. جمهوری اسلامی تنها کشور جهانه که وقتی میگی تورم از زبان مقامات بین 7 تا 70% متفاوته. یعنی این که مثل یه مریضی بگیم آقا درجه حرارت بدنش چقدره، یکی بگه 36 درجه سانتیگراد، یکی بگه 43 درجه. 36 یعنی ضعف داره، 43 یعنی در حال فوته یا بوده فوت کرده. ببینید این حکومته. اما حرفی که من میدارم اینه این جمهوری اسلامی با توجه به همه آمار دروغی هم که داره، ولی همه نمودارهایی که هست، فاکتایی که از جمع بزنینه، هیچ رژیمی در روی کره خاکی وجود نداره و شاید وجود هم نداشته که نسبت به درآمدش بیاد این میزان خرج خارج برنامه خارج خودش بکنه. مثلا میگن آمریکا مثلا 2.5% تولید ناخالص ملیشو خرج میکنه مثلا برای قدرت نظامی در خارج آمریکا. مثلا بالاخره یه حد و حدودی داره دیگه، کشور اروپایی هم نموداری داره. هیچ رژیمی مثل جمهوری اسلامی که با درآمدش که حد اکثر 100 میلیارد بوده بیاد از داشتن 10 میلیارد تا کنون در آمریکای لاتین خرج کرده. خاورمیانه که اصلا ما خبر نداریم چه چاه ویلیه، چون یه بار یادمه چند سال پیش ابراهیم یزدی گفت آقا سوریه بجز نفت مجانی، بجز اسلحه، بجز چی همه شمرد، گفت بجز اونا 15 میلیارد دلار هم پول بده کاره که نمیده. یعنی شما میدید چه خبره. خب حالا بنابراین جمهوری اسلامی صحبت اولویت ها شد، دوباره برمیگردیم به این مسئله که جمهوری اسلامی براش مسائل خارج کشور خیلی مهمه که خاک ریز درست بکنه. همش دنبال اینه که در لبنان و سوریه و عراق خاک ریز درست بکنه که اگه غرب و جامعه بین المللی باهاش درگیر خواست بشه، اول اونجا باهاش درگیر بشه، نتونه به سراغش بیاد. به آمریکا و اروپا هم که میرسه افکار عمومی، خود یکی از مسئولین چند سال پیش گفته بود آقا 11 تا وزارتخانه در امر لابی در خارج کشور به نوعی دخالت دارن. یعنی جمهوری اسلامی یک مش آدم جمع کرده تو اروپا و آمریکا که اینا سعی بکنن با طرق مختلف رو افکار عمومی تاثیر بذارن که چی بشه؟ که مثلا جلوی تحریم ها رو بگیرن، جمهوری اسلامی رو قربانی جلوه بدن، همه تقصیرها رو بزنن گردن اسرائیل. حالا چه فایده ای داره؟ یکی از چیزاش اینه که تو آمریکا یه شکاف تاریخی وجود داشته تو این 60 چند سال بین عده‌ای که بین دو دسته، اونایی که اهمیت رو در سیاست خاورمیانه آمریکا به اسرائیل و اهمیت اسرائیل میدن و یکم کسان دیگری من جمله کمپانی‌های نفتی که میگفتن نخیر روابط ما نباید تقدمش اسرائیل باشه. یه شکافی وجود داشته. جمهوری اسلامی سعی میکنه با استفاده از این شکاف و تاثیرگذاری رو افکار عمومی سعی بکنه این شکاف رو بیشتر بکنه، یعنی شکاف با اسرائیل رو بیشتر بکنه. چطور؟ با همین که خودش رو مظلوم جلوه بده، بگه که اسرائیل داره ما رو ترور میکنه، دنبال جنگ، ما قربانی هستیم، تحریما رو فقط اسرائیله که تحمیل کرده. که چی بشه با افکار عمومی؟ که رئیس جمهور آمریکا هم که خودش درگیر مسائل هست در رابطه با اسرائیل، با استفاده از افکار عمومی دستش برای اینکه تحریم بیشتر نکنه باز بشه. ببینید جمهوری اسلامی میخواد روی این باز کنه. جمهوری اسلامی یه موقعی میخواد از شکاف روسیه با آمریکا استفاده کنه، یه مدت سعی میکرد از شکاف چین با اونها استفاده کنه، از شکاف اروپا با آمریکا استفاده کنه. الان دنبال اینه که شکاف بین آمریکا و اسرائیل رو بازتر بکنه، بیشتر استفاده کنه. این داستان ها هم که مرتب تکرار میکنه، نمایش ماشین میده اینا، آدمای خودش هم یه مش چپ ورشکسته هم در خارج هی مرتب تکرار میکنن گروه های نام اسرائیلی ترور کشف شده، اینها بخش عمدش در این رابطه است به اعتقاد من برای استفاده در خارج کشور. ممنون از شما. عرضم به حضور شما که درست میزنی، یعنی جاهای خوبی رو میری شما دست میذاری. یکی موضوع تحریمه و به قول شما گریهی که عشق بی بی سی هم آقای تریتای پارسی در آورد،
تحت مقاله ایست که شما در سایتتون منتشر کردین. ولی به راستی تحریم ها، این سری تحریم های جدید از ماه جولای آغاز شده، نباید چندان مؤثر بوده باشد و ما شاهدیم که ایران در طول این مدت همین الان هم داره گندم میخره، آرد میخره، گندم میخره، آرد میخره، یکی این از این میخره، یکی از اون میخره، از فرانسه میخره، از آلمان میخره، مرتب داره گندم و آرد میخره. بنابراین این که اشاره میدن که آقا تمام ماجراها بر اساس تحریم است، خب این یه دروغه، یعنی کاملا معلومه که دروغه، برای اینکه تحریم تازه یه ماه شروع شده، دو ماه شروع شده. نمیتونه یه کشوری که میدونسته که به این راه میره، امروز آقای اصغر سلطانی اعلام کرده دوباره بعد از شکستشون در وین اعلام کرده نه آقا ما اصلا عقب نمیشینیم، ما تولید میکنیم، چرخه رو توقیف متوقف نمیکنیم، کارمون رو انجام میدیم، اصلا به کسی کاری نداریم. یا در تهران اعلام کردن که این عده میخوان برن میبریم اینا رو سایت ها رو ببینیم، وقتی یارو گفت نمیام ببینم به ما ربطی نداره، دوباره گفتن نه ما اصلا برنامه‌ای برای چنین کاری نداریم. چطوری میشه که این همه سال شما داری کار میکنی بالواقع، چطوری میشه که وقتی که کاخ سفید میخواد یه در دعوت کنه یهو میره تریتای پارسی و بنیاد ایمان رو دعوت میکنه؟ چرا کسی دیگه دستش به اونجا بند نیست؟ چرا راه نداره کسی دیگه بره اونجا؟ در از کجا میبینی؟ درد در کجاست؟ بله اصلا که یکی مسئله تحریم ها بود و این تبلیغاتی که تو خارج کشور میکنن که اینو خود حکومت درست کرده، چون تو داخل که میگه تحریم اثر نداره، یعنی چون اگه بگه تحریم و اینها اثر داره، مردم گریبان حکومت رو میگیرن، میگن آقا این برنامه هسته‌ای که ما اصلا ازش خبر نداریم، این چیه، برای کیه، به چه دلیل تو باید این ادامه بدی که ما چوبشو بخوریم، گشنگی بکشیم، دارو نداشته بشیم؟ بنابراین نمیاد توی داخل بگیم این اصلا مهمه، تو خارج کشور ولی آدماشو انداخته جلو به دروغ که آقا در ایران. بعد مثال هایی که میزنن یعنی دیگه واقعا عشق رو میخوان در بیارن. تیتو پارسی میگه دیگه از دوستان من پدرش دوانت تونسته تهیه بکنه از اینجا براش و تو کما رفته. یعنی شما ببینید در چه وضعی هستش، چه تحریما نداشته که یه نفر برای پدر خودش نتونسته دارو بره بخره. خب به همون ترتیبی که قبلا میخریدی میرفتی میخریدی از اون مثل اروپا میدونی که برای پدر ببره که تو کما نره. دروغ‌های شاخدار، اونم در چه زمانی که خود آمریکا همین دیدید که میگه ما گندم به جمهوری اسلامی میفرستیم، بیشتر هم فرستادن، تحریم هم وجود نداره، کلی هم تالا لایسنس دادن. آقای مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا دیگه آب پاک ریخ دست این لابیستا که آقا اینقدر شلوغش نکنید، جمهوری اسلامی ما اومدیم به اول برای مواد غذایی باهاش کمیسیون سه جانبه درست کردیم، گفتیم میدونیم خیلی از بانک‌ها برای شما گشایش اعتبار نمی‌کنن، ما یه راه ویژه جلوتون می‌ذاریم، بیاید این راه استفاده کنیم. گفت جمهوری اسلامی قبول کرد، گفت شروع که واردات دیدیم تو کانتینرهای مواد غذایی داره چیزای دیگه می‌کنه. ما گفت گریبانش که جمهوری اسلامی گفتن که این کیچر اینجوری کردی، موچشو گرفتن و اون کمیسیون به هم خورد. سر دارو هم میگه ما اومدیم به جمهوری اسلامی میگیم آقا میدونیم بانک ها اذیت میکنن، ما یه راه جدید گذاشتیم برای جمهوری اسلامی که بیاین قبول کن، فقط یه تضمین کتبی یا شما یا شرکت دارویی که تو ایران وارد میکنه یه تضمین بده که از این کانتینر ها و از این کانالی که ما براتون درست میکنیم چیز دیگری نریم بخرین. میگفت این یه تضمین کوچیک رو به ما نمیدن. حالا همین داشته باشید جناب ببانی، مچ اینا رو گرفتن که داشتن از همین آلمانی که به جمهوری اسلامی میگه بیا به دوا بدیم یه تضمین بده نمیده، از همین آلمان هزاران آمپول اعترافگیری داشتن میخریدن که اینا رو لو رفته، طرف رو دستگیر کردن. ببین اینا فکر وارد کردن آمپول اعترافگیری هستن ولی فکر وارد کردن دارو نیستن. برای دوست پدر دوست جان، برای پدر دوست تریتای پارسی نمیذارن دوا بفرسه. آره شون بله، اگه دوست خود آقای تریتای پارسی یه مقدار از آمپول اعترافگیری میفرستاد خیلی راحت تر بود احتمالا. اما مهمتر از همه در پایان من توی ویدیویی که درست کردم همین چیزا رو جمع کردم. آقا مسئولین سازمان های غیر دولتی در ایران که حرف راست تر میزنن
همشون میگن، میگن مشکل اصلی دارو اینه که تو چند سال گذشته اولا تو یه ماه به وجود نیومده، شما با هر کی میخواد در ایران صحبت کنید مشکل دارو سالهاست بعد از حذف یارانه ها بیشتر شده. مشکل اصلی دارو اینه که جمهوری اسلامی اولویت نمیده بهش، بهش ارز نمیده. سال 1 میلیارد تا 2 میلیارد باید ارز اختصاص بده برای واردات داروهای اختصاصی مثل هموفیلی، سرطان، MS. نمیده. پول ترجیح میده خرج بشار اسد و خرج سوریه و خرج گنبد سامره و کربلا بکنه، خرج پدر دوست آتی تا پاسی نکنه. مشکل اینجاست. بنابراین اگه اینو میخوان گریبان کسی بیرن برای گریبان اونو. من خواستم یه پرانتزی راجع به تحریم بزنم تا بریم مسئله بعدی. راجع به چی بود؟ راجع به این که چجوریه که تریتای پارسی و آقای نمازی‌خواه و بنیاد ایمان به همواره راه دارن برای مشاوره ولی کس دیگه اون تو راه پیدا نمیکنه. علتش چیه؟ این همه سال زحمت میشی اینو از کجا راه، چرا این در بسته است برای دیگران؟ ببینید امروز همین الان برید رو سایت نایاک، این سایت یه سایت واسه به نایاک، 8 تا 9 تا گروه که به اصطلاح با هم جمع شدن و نامه نوشتن، مثلا همه این نمایشات مسخره‌ای که بخوان به خودشون اعتبار بدن که آقای اوباما طور خود تحریم ها رو از رو مواد غذایی که تحریم هم نبوده هیچ وقت بردار که بتیم کمک به زلزله‌زدگا بکنیم و کمک نقدی اینها، اونا هم گفتن آقا بیان اجازه بگیریم بفرستیم مشکل نه، گفتن نه همه رو یه جا ورده که دست همه راحت بشه، چون خیلی دوست ندارم بیان اجازه بگیرن و اینا، میخوام پول پول اینا. من یادم تو اون جریان بم که همین شلوغ بازی ها رو در آوردن چند سال پیش تو اسناد نایاک بود، نمیدونم کجا دیدم 4-5 هزار دلار جمع کردن پول فرستاده بودن. حالا بماند اینا رفتن و صحبت کردن با کاخ سفید، گفتن گفت باشه ما همه تعلیم رو بنده. حالا نایاک با اون 7-8 تا گروه دیگه من جمله پایا و چی و چی و چی و چی اینا یه تومار درست کردن. شما الان برید رو سایت نایاک، این سایت نوشته چند روز اون تومار رو درست که آقا تو رو خدا اینا امضا کنید ما بفرستیم از پرزیدنت اوباما تشکر کنیم. امروز نگاه کردم نم 1500 بعد از این همه روز 8 تا گروه سازمانی که اکثرشون هم تو کاخ سفید تشکیل داشتن اینا 1500 نفر امضا کردن، یعنی از جمعیت بالای 1 میلیون ایرانی 1500 تا اینها برد دارن. ادعا البته زیاد میکنن، میگن ما 4000 تا عضو داریم، 40000 تا هوادار داریم، 500000 تا مخاطب داریم، از این حرفا زیاد میزنن ولی وزن اینا همینه. 1400-500 تا بسیاری از اینها کسانی هستن، ایرانیانی هستن که اکثرا نمیدونن اصلا تیتو پارسی اینا چیکار میکنن پشت پرده و خیلی هاشون هم از دشمنی با آمریکا و اسرائیل و نام چی و چی عاشق حرفای امثال تیتو پارسی میشه. اما بماند سوال شما که چرا بالاخره این همه آدم و گروه که این وزنشون هم همه 1400-500 تاست اینا چرا تا مهمانی میشه در کاخ سفید وزارت خارجه قرار صحبت راجع به سرنوشت مردم ایران بشه همین آدم ها رو هدعوت میکنن؟ آخه بقیه 1 میلیون کجا؟ این چند تا موضوع مهم پشت سر هم داره. یکی این که نفوذ خورمان، یعنی ما ایرانی ها، شما، من، بقیه، این تلویزیون های ایرانی، سیاسیون ایرانی، ما سیستم بسیار قدیمی و سنتی کار میکنیم، تو خودمون هستیم، دعواهامون با خودمونه، روشنگریامون تو خودمونه، با جامعه آمریکایی فعل و انفعال نداریم. این جمهوری اسلامی اینها یاد گرفتن با استفاده از دوستان خودشون، اصلا به فارسی هم نمی نویسن، به انگلیسی می نویسن، کاری هم ندارن که من شما به فارسی اونا چی میگیم. من یادمه من مقالاتمو که راجع به تیتو پارسی می نوشتم، گزارشامو، تا زمانی که پارسی بود کسی، فارسی بود کسی کاری نداشت. روز 16 اپریل من اولین گزارش خودم به انگلیسی چاپ کردم تو آمریکا 2007، 5 سال پیش. 3 روز طول کشید، 3 روز 5 تا روزنامه داخل کشور به من حمله کردن، قدس و الف و نمیدونم خبرگزاری فارس و اینا که نوکانا و اسرائیلیا به لابی ایران در آمریکا حمله کردن و این تیتو پارسی جیستری آدمای تحصیل کرده دور خودش جمع کرده شروع کردن دفاع کردن. ببینید برایشون انگلیسی مهم بود، برای اینکه ما ایران، برایشون مهم نیست ما اصلا به فارسی چی میگیم، تو لس آنجلس ایرانی‌ها چی میگن، مهم سیستم آمریکاست. اینها رفتن داخل سیستم کار میکنن، 10 ها نفر تو داخل کنگره دارن کارمند دارن، اصلا ایرانی‌ها خبر ندارن که اینا چی کار میکنن.
اصلا چقدر نفوذ دارن. بنابراین اولش هنر خود ایناست، دوستان جمهوری اسلامی که سیستم رو شناختن رفتن تو سیستم، ما این کار رو نکرد. دومش اینه که اگر ما بریم یه سیستمی رو بندازیم به اندازه اونا نیرو داشته باشیم که 100% میتونیم خیلی هم بیشتر داشته باشیم، باز هم اونها به خاطر اینکه محافل طرفدار مماشات، یعنی در درجه اول کمپانی‌های نفتی و که کمپانی‌های نفتی هستن، اینها حامی اینا هستن، بازم به من و شما اعتباری نمیدن. یه مثال بزنم براتون. موقعی که احمد نژاد اومد دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرد، خب خیلی ایرانی هم دلشون خونک شد که آقا بالاخره یه نفر رئیس دانشگاه هم آقای بولینجر پیدا شد و حرف دل ما مردم ایران رو در مقابل احمد نژاد گفت، به جای که بیاد بابا و چچک کنه به سلابش کشید که آقا شما در داخل کشور اینقدر جنایت میکنید فلان، خیلی حرفای خوبی زد. خب چی شد بعد از اون؟ دیدم واشنگتن پست مقاله نوشته ایرانیان مقیم آمریکا از برخورد دانشگاه کلمبیا با احمد نژاد ناراحته. به خدا این ایرانی ها کجان که ما ندیدیم. دیدم 4 نفر رفته گیر ورده مال نایاک. یکیشون آقای کریم حکاک که تو جمع‌آوری اعانه و اینها به اینا کمک میکنه که نه خیر احمد نژاد اصلا کاری نیستم نه فلان، چرا به این پریدید. و ببینید میرن اگر نه، یعنی روزنامه ها اون خانم رابین رایت و ایشون نوشته بود، اینا میرن میگردن، یعنی اگه 4 تا مینا باشن میرن 4 تا رو گیر میارن، سراغ ماها که نمیان. اگه من شما 5000 نفرم جمع کنیم بریم جلوی دفتر واشنگتن پست تظاهرات کنیم مثلا نمی نویسه، ولی 4 نفر اونا رو می نویسه. همین 3-4 هفته پیش یه فیلم کوتاهی من چیزاش جمع کردم که مطالبش که فیلم کوتاه باشه، در مورد یه مؤسسه به نام حوار، آقای به نام عبدی پشته از فکر کنم مجارستان بوده نم کجا بوده، یه دانشجو اومده اینجا، دوست این آقای حمید دباشیه، از این تیپ آدمایی هستن که دشمن هیستریک آمریکا، امپریالیست تو افکار عجیب غریب خودشون قوطه میخورن، خودشون مثلا طرفدار سبز و اینا هم میدونن. اینا یه گروه درست کردن ضد تحریم، ضده خب حق هر کسی دیگه. اینا گفتن که ما میخوام تظاهرات بکنیم اون روزی که اول جولای بود یا 30 جولای، اول جولای بود که تحریم شروع شد، تحریم بانک مرکزی اینا شروع شد، اینا گفتن ما میخوام نیویورک و اینا تظاهرات کنیم. تبلیغات فراوان، اینترنت، فیسبوک، گروه حوار، همین هایی بودن که سر این داستان فروش یه کامپیوتر اپل سرصدا رو انداخته بودن که تحریم ها باعث شده که اپل نتونه ایرانی بخره. بس وقت اینا جناب بهبانی کلی تبلیغات کردن، من فیلم تظاهرات اینا رو در نیویورک دارم با آمریکایی که جمع کرده بودن و کل خبرنگاران حاضر که فکر کنم تعداد خبرنگارها بیشتر بودن، روی هم دیگه اقراق نمی کنم 33 یا 34 نفر بودن، 33 یا 34 نفر. حالا شما توجه داشته باشید تلویزیون صدای آمریکا اینها رو ورد گزارش در موردشون تهیه کرد، تلویزیون بی بی سی اون بهمن کلباسی که برای این کارها آماده جانفشانیه در صحنه حضور داشت فیلم گرفت، رادیو فردا، وبسایت صدای آمریکا و ده ها جای دیگه اینها رو آوردن آنتنی کردن که چی؟ 30 نفر آدم، حمید دباشی هم براشون سخنرانی کرده، اینا علیه تحریم چیز کردن، گروه رو انداختن و تظاهرات کردن. ببینید چجوری اون کسی که میخوان رو بزرگ میکنن. بنابراین در مورد که این چرا به کاخ سفید رو دعوت میکنن توی محافل، دومش اینه که حامی دارن، حامیشون هم مهمتر از همه کمپانی های نفتی هستن، ما همچی حامیانی نداریم. سوم برمیگرده به این که متاسفانه در آمریکا ما یه بلایی هست که باید بشیم حالا سالیان سال صحبت بکنیم با دقت که نیفتیم در دام هیستری ضد کمونیستی یا هیستری ضد چپ. یه مشکلی که هست اینه که به خصوص بعد از پایان جنگ سرد، اینه که بالاخره موقعی که جنگ سرد بود کسانی که با سیاست خارجی آمریکا مخالف بودن یا دشمن آمریکا بودن یا دوست نداشتن آمریکا رو، اینا بالاخره یه گرایشی به اون اردوگاه داشتن. اما موقعی که اون اردوگاه رفته، اینا دیگه دنبال شیخ حسن نصرالله و احمدی نژاد و رژیم ایران هستن. یعنی در آمریکا یه سری زیادی از گروه‌های چپ متاسفانه
اینها از دشمنی با آمریکا برای جمهوری اسلامی مجانی کار هم میکنن، فعالیت هم میکنن. بیس و اون پایه اصلی فعالیت های نایاب اینا هستن، این گروه ها هستن که شبکه های اجتماعی دارن، تلویزیون دارن، روزنامه اینا دارن. اونا هم به اینا سرویس میدن و مشروعیت میدن، به اینا، به کار اینا مشروعیت میدن، به اینا چهره مترقی میدن، میگن اینا مترقی هن، اینا چپ هن، دنبال صلح هن، بهشون این پوزها هم میدن. بنابراین مجموعه اینها هست. در آخرش هم خب بی برنامگی و تقصیر خود ماست که فکر کنم عنصر بسیار مهمیه. همه اینا رو جمع بزنن، اینه که موقعی که موقع ضیافت بشه جناب بهمانی اونا رو دعوت میکنن و ماها همیشه کلاهمون پس مرکز. اون کسانی که نگرانن که پس فرده که مملکت دوباره مردم سر برآوردن، دوباره یه عده نیان تو خارج کشور برن با آمریکا بشینن، بگن آقا مردم مواد حمایت بکنی، اونا اگه نگران اینن باید الان متوجه باشن که الان موقع حرکته، نه اون موقع. دیدیم در جریان جنبش همین آقای چیتو پارسی به کاخ سفید میگفت از مردم ایران حمایت نکن، به اوباما میگفت سکوت کن، حمایت نکن، بریم تو ژنو بشینیم مذاکره بکنیم بسازیم با هم دیگه. خب ما که دسترسی نداشتیم به کاخ سفید که. بنابراین کسانی که نگران آینده مردم ایران هستن باید بدونن که این مسئله رفتن تیتو پارسی به کاخ سفید فقط شام و نهار خوردن نیست، تأثیر میذاره مستقیم رو آینده سرنوشت مردم ما، سرنوشت تک تک ما، و باید نگرانش باشن واقعا. بله بفهمی شما. بله تموم شد. یه لحظه اجازه آقای، یه لحظه اجازه بفهم. بله بفهمی. خسته نباشید. در مورد آقای دایی که صحبت می‌کنه سوال داشتم از ایشون اگر امکان داشته باشه. بفهمی. سوالتون من همین از آقای انگلستان. ایشون در مورد لابی هایی که برای جلوگیری از تنش یا برخورد با ایران صحبت می‌کردن، مثلا کمپانی‌های نفتی و عید معایب کار لابی هایی که تمایل به جمهوری اسلامی دارن صحبت کردن. البته من هیچ آشنایی با این گروه ندارم و دلیل نداره که حرفای آقای دایی باور نکنم، ولی سوال بنده این هست که خب اگر بخوان اینجوری حساب بکنیم، خب لابی هایی هم هستن که طرفدار برخوردن، مثلا میشه فرض کرد کمپانی های اسلحه سازی مثلا، یا طرفدار اسرائیل یا مشابه اون. آیا منصفانه خواهد بود اگه کسی دیگه ای بیاد مثلا آقای دایی یا دیگران رو از سر نادونی بدون این که بدونه که ایشون رو بشناسه مثلا متهم کنه ایشون یا دیگران هم مرتبط با اون یکی لابی هستن مثلا؟ خیلی ممنون. متشکرم. ممنون. بفهم پارادوکس اول که ببینید هموطن، اگر هم که کمپانی های اسلحه سازی و اینها دنبال برخورد باشن، دنبال جنگ باشن، موقعی من میشم سخنگوی اونا که منم بیام از جنگ حمایت بکنم. من که از جنگ حمایت کردم که بشم سخنگوی کمپانی های اسلحه سازی. اما در رابطه با خاورمیانه، در رابطه با کشور ما، درسته که لابی های متعددی هستش، من میتونی 100 تا لابی رو شما بیای به اصطلاح بنویسی. ببینید ما موقعی که به سیاست داخلی آمریکا مثلا داخلی میرسیم، خب کار لابی ها کاملا مشخصه. شما وقتی میخواد به راجع به بانک ها یه قانون بگذرونه، میبینید لابی بانک ها هست، از اون طرف لابی شهروندان هست، از اون یعنی اینا کاملا بازه. به سیاست خارجی که میرسه، چون مردم آمریکا زیاد برشون مهم نیست، اکثر اینها پشت پرده انجام میشه و نمیبینن اینا. اما ببینید یک کتابی نوشته آقایی، دو نفر، کتاب خوبی هم بود که به نظرم اشکالم توی زیاده، به نام لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، آقای میرشهایمر و استفن والت. خیلی مشهور شد این کتاب، سال 2006 اول به صورت یه مقاله طولانی در مجله تایمز نوشت، بعد تبدیل به کتاب شد و فکر میکنم شاید یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دهه 2000 بوده، بین 2000 تا 2010 بود این کتاب. من یادمه که سوای این که خب یک سری از اسرائیلی ها اعتراف کردن به این کتاب که نه شما اغراق کردین، ها فکر کنم یکی از منصفانه ترین اعتراضات رو نام چامسکی که چپ خودش هم و ضد سیاست اسرائیلی ایشون کرد، گفتو ببینید آقا در رابطه با
خاورمیانه حرف اولو در سیاست خارجی لابی نفت زده. ما فکر کنیم آخه نفت چیزی کمیه، مثلا یه کمپانی اگزام موبیل که خودش مثل یه دولت سالی 45 میلیارد دلار فایده میبره، بعدش میشه شفران، بعدش میشه نام کانوکو فیلیپس و اینا، اینا رو ما شاید دست کم میگیریم. چامسکی هم اشاره میکنه، میگه اونایی که فکر میکنن سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه رو اسرائیل کنترل میکنه، کافیه بیان سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه رو ببینن، ببینن که اون موقع اونجا که دیگه اسرائیل در مذهب آمریکای لاتین، اونو ببینن اونجا دیگه اسرائیل نیستش، که میبینن به همین شیوه است، همین رفتار داره، همین کارا میکنه. در آمریکای لاتین یه سری کمپانی مشخصی بودن که اعمال نفوذ میکردن، در خاورمیانه هم کمپانی نفتی هستن. این دعوایی که بعد از جنگ جهانی دوم که اسرائیل داشت تشکیل میشد تازه و بعد روزولت داشت فوت میکرد، اینها با ملک سعود دیدار کرده، اینا تو لایبرری تو کتابخانه ترومن تمام اسناد هست که یک دو دیدگاه مختلف بود در مورد خاورمیانه، دیدگاه حمایت از اسرائیل و دیدگاه کمپانی نفتی، نه که لابی های دیگه نیست، ولی اصل کمپانی نفتی هم. یعنی شما ببینید وقتی که شورای هوشنگ امیر احمدی راه افتاد، لیست هیئت مدیره که نگاه میکنه میبینید از شفران و نمیدونم هالیبرتون و کنوکو و اگزام موبیل و اینها بودن توش، مهمترین ها و بوینگ، اینها طرفدار به اصطلاح دوستی با جمهوری اسلامی بودن و فقط اعمال نفوذشون این نیست که برن مثلا چهار تا ملاقات بکنن. ببینید اینها تو مؤسسات فکری، سینک تنک ها، تو رسانه ها، اینا میان از آدم های خاصی حمایت میکنن، بهشون پول میدن، بورسیه میدن، اینا رو بالا میکشن، خبرنگار درست میکنن که اینا از اون سیاست هایی که میخوان دفاع بکنن. سیاست های کمپانی نفتی هم دنبال اینه که در منطقه جنگ و آشوب نباشه، اینا ترجیح میدن با حکومت تو همین عراقش ترجیح میدن دعوا نشه، بتونه نفت بیاد بیرون. ثبات بازار مهمترین چیزه برای اینا، اصله. در رابطه با جمهوری اسلامی هم به خصوص الان که وقایع سوریه رو میبینن نگرانن که ادامه این سیاست های آمریکا کار به درگیری بکشه، درگیری هم طولانی باشه و منطقه‌ای که 60-70% نفت و گاز جهان اونجا میاد دچار ناامنی بشه. بنابراین اونها دنبال این نیستن، همیشه دنبال سازش بودن، دنبال همزیستی بودن. حالا اینکه مسلم لابی های دیگه هم، لابی اسرائیل هست، لابی اصله هست، ولی بنده با هیچ کدوم اینا نه رابطه دارم نه یه دلار. من در جریان دادگاه، خب اینا تمام زندگی من زیر رو کردن. مطمئن باشه اگه یه نیم دلار 10 سنت کسی به من از این پولا داده بود یا در جایی از من حمایت کرده بود، الان همه جا چاپ شد. من در ربطی به اونها ندارم و منکر اینم نیستم که لابی های دیگه هستن. میگیم کدوم مهمتره، یک لابی نفته، دو لابی اسرائیله، بعد لابی کشورهای عربی هم هست، عربستان و این هم. خب بالاخره یه موقعی بود عربستان اینا مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتن، الان بیشتر شده مخالفتشون. برای من لابی های متعددی هست که به اعتقاد من کماکان لابی نفتی در خیلی قوی تر از هم هست. عرضم به حضور شما که در ادامه من فقط یه نکته بگم که آقای حسین موسوی هم یه مطلبی رو، مقاله رو برای رویترز نوشته بود و 20 دلیل اردود برای این که جنگ نشود و اگه جنگ بشود چه میشود و چه میشود، نشون میده که تو همه زمینه ها اینا مشغولن، سخت شبانه روزی کار میکنن. اجازه بدید من تلفن رو قطعش کنم. بفهمید شما، مرحمتتون زیاد. بفهمید صداتون پخش میشه. بفهمید سلامتون. آقای ببری من یه دقیقه به این تلفن جواب خواهش میکنم. بفهمید شما. خواستم اگر یه سوال از آقای دایی داشته باشم. میتونم یه سوال از آقای دایی کنم؟ بله بله حتما. یه لحظه فقط اجازه بدید آقای دایی رو خط تلفن دیگه هستن، تلفنشو پاسخ بده برمیگرده، حتما سوالتون رو مطرح کنید. ببخشید. بله آقای دایی دوستی مقاله نوشتن آقای موسوی، حسین موسوی مطلبی نوشته 21 دلیل اردود در اینکه جنگ با ایران اگر بشود خیلی ضرر میکنه، آمریکا نابود میشود، چه میشود، چه میشود. نشون میده که توی تمام زمین ها همطور که شما گفتین اینا دارن فعالیت میکنن و به قول فرمایش شما مقالاتشون هم اصلا به فارسی نمی نویسن، به انگلیسی می نویسن، در داخل ایران گونه دیگر رفتار میکنه و در بیرون گونه دیگر رفتار میکنه. بذارید دوستی زنگ زده آقای
ببینیم که چه سوالی از شما داره. بفهمید شما خودتون رو معرفی کنید، سوالتون رو مطرح کنید. آقای بهبهانی دوباره سلام عرض میکنم، من فرهنگ هستم از کالیفرنیا. سلام میکنم به آقای دایی و واقعا اگر من فکر کنم ما 20 نفر 30 نفر مثل آقای دایی داشتن که واقعا اینطوری میتونستن برای مردم ایران، برای ایران این مبارزه میکردن، من فکر کنم وضع ما خیلی بهتر از الان بود. سوالی که دارم از آقای دایی این هست که من متوجه شدم تازگی ها و چند دفعه شما خودتون به این موضوع صحبت کردید که جمعیت الان اکثر مردم ایران جوان هستن و جوان ها هستن که به اصطلاح باید کاری انجام بدن اگر قرار انقلاب بشه، اتفاق بیفته جوان ها هستن و قلی حرف ها. حالا سوال من از شما اینه که آقای دایی عزیز، این مسئله جوان و پیر به نظر من اون زیاد مطرح نیست، اون مسئله فرهنگ و اون وضع اجتماع هست که باید آمادگی داشته باشه که بتونن یه کاری کنن. شما یه دقت کنید از ایران چند درصد شما مردم ایران، حالا حتی جوان ها رو حساب کنید، مثلا یه تحصیلاتی دارن، چند تا کتاب خوندن، چند تا بسر رفتن دیدن، این تعداد اگر شما نگاه کنید و اون تعدادی که میرن زمان عاشورا هست، میرن میزنن تو سر خودشون، یا میره قمه میزنه، یا میرن نمیدن میشینن توی این پای آخونده تو مسجد، چرا به مزخرفات اینا گوش میدن. معذرت میخوام وقتی اینا رو که آدم میبینه تو تلویزیون میگن آخه بادم واقعا فکر میکنه، میگن شما احتیاج نداری که راکت ساین باشید یا پروفسور باشید. خب این مزخرفات که اینا میگن، شما همینجور میشید مثل بره نگاهی آخون میگنی این مزخرفات رو گوش میکنید، از اون هم میری تو خیابون میزنی تو سر خودت، از اون هم عزاداری میگیری. آخه من نمیدونم شما رو میخواستم ببینم شما رو چه حساب به واقعا روی مردم جوان ایران دارید حساب میکنید که مثلا اینا یه کاری کنن. خیلی متشکرم، میشم از تلویزیون لطفا بعد اول از همه جناب بمانی، من فکر میکنم در اون قسمت که از نام چامسکی نقل کردم یادم نیست که کامل کردم حرفم یا نه. نه چامسکی میگفتش که حرفش این بود که این دو نویسنده در مورد نفوذ لابی اسرائیل اغراق میکنن، حرف اول رو در سیاست خارجه آمریکا در خاورمیانه کمپانی های نفتی زده و میزنه و مثال های متعددی ارده بود، گفته بود اشتباه میکنه کمپانی نفت، چون نفت بسیار مهمه، الان یه بحث جدی که تو آمریکا بسیار مطرحه، چون میدونی یه مدتی بود گفتن آمریکا داره افول میکنه، چین داره بالا میاد، از این صحبت ها زیاد بود دیگه، از 20 ساله که من از این چیزا دیدم، ولی الان یه بحث جدی که در آمریکا پیش اومده اینه که با توجه به شیوه های جدید استخراج نفت که بهش میگن شیل گاز، که لای صخره ها گاز میگیرن، که آمریکا و کانادا پیشتاز شدن، تا سال 2020 یعنی کمتر 8 سال دیگه آمریکا تقریبا در واردات نفت و گاز خود کفا میشه، به بزرگترین تولید کننده تبدیل میشه، ذخایر بسیار عظیمی داره و یه خیلی از معادلات رو فرم میده، نیروی کار در چین داره گرانتر میشه، به حدی میرسه که دیگه صرف نمیکنه برای کمپانی های آمریکایی برن اونجا جنس تولید بکنن، برمیگردن داخل آمریکا. اینا همه تحولاتیه که در آمریکا دارن در موردش بحث میکنن. سیاست خارجی آمریکا رو تغییر میده، سیاست خارجی آمریکا که بیشتر بر روی دخالت بوده معطوف خواهد شد به داخل، چون احتیاجش به نفت کمتر میشه. اما در تمام این تحلیل هایی که شما میبینید راجع به مسائل هست، اینه کماکان مهمترین فاکتور نفت در سیاست بین‌المللی نفت و انرژی، در این تردیدی نیست. و خاورمیانه که متاسفانه کشور ما اونجا قرار داره، مجموع ذخایر نفت و گازش در جهان دومه، یعنی یکیش سومه یکیش چهارم، ولی دوتا رو که با هم جمع بزنی خیلی کشورها هستن که گاز مثلا شوروی زیاد دارن، یا ونزوئلا که فکر میکنم از نظر گاز تو دنیا اوله، ولی نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، معذرت میخوام
ایران تو دنیا دومه. بنابراین بسیار فاکتور مهمه. یک، حالا برگردیم به این صحبت هموطنمون. من با این بدبینی نگاه نمی کنم. ببینید، من فکر کنم مثبت شو باید دید، و اونم اینه که من یادم میاد حدود 20 سال پیش که دوستان من که اومده بود به خارج و استاد دانشگاه شده بود و هنوزم هست، خیلی هم معروفه، ایشون همسرش با دخترش که در ایران چند سال مونده بود اومدن. خب دختره رفته بود مدرسه و یه 4-5 سالی هم مدرسه بود، اما اولی که شب اولی که اومده بود به باباش گفته بود من فکر کنم سقف خونه بزه رو سرمون امشب، چون تو نماز نمیخونی. افکار پوسیده‌ای که تو مدرسه گفته بودن در این بچه اثر کرده بود. خیلی اون دوست من نگران بود برای بچهش که بچه چند سبای گذاشت اصلا تمام اون مزخرفات یادش رفت، و نگران جامعه ایران که خب بالاخره یه حکومتی اومده، چون نگاه بکنید تمام تلویزیون رادیو دستشه، تمام تریبونا، این همه نماز جمعه، تبلیغات که مردم هم تازه اینترنت اومده، اونم میدونی که اینترنت از آخر جمهوری اسلامی مثل که اول یا دومه در سرعت اینترنت، یعنی مردم اصلا قدرت ندارن ببینن در دنیا چی میگذره، اخبار دروغ و صبح تا شب میشنون. خب یه ملتی رو 32-33 سالی افکار ببینی، تفریح دیگه هم جلوش نیگه، باید بره سینه بزنه یا برن کنار دریا تو رابندون. ببینید این طبیعیشه. اونی که غیر طبیعی اینه که یه ملتی رو علی رغم تمام این مغشویایی که خواستن بکنن که یه دو نسل به قول خودشون پاکسازی بکنن که فقط این اعتقادات بمونه، ولی دیدی که جرقه زد، یه مقدار فضا باز شد، میلیون ها ریختن تو خیابون، صدها هزار رفتن، نه یه بار دو بار، بارها و بارها اومدن مرگ بر اصل ولایت فقیه جمهوری ایرانی و اینا رو گفتن. این که هموطنا که از ایران میان رو نگاه بکنید، جوونا ببینید با اون افکار سینه زن اینا خیلی متفاوته، یعنی دنیا فرق کرده. جمهوری اسلامی هم به علت اینکه یه وقت ببینید شما وقتی دیکتاتوری میکنید و به مردم زور میگید و میخواد دروغ بگید تا یه حدی جا میفته، بقیهش بستگی داره که نانوها به مردم بدید یا ندید، به مردم نیازهای اساسیشون رو تامین بکنید یا نکنید. وقتی اونم نتونید تامین بکنید مردم به شما شک میکنن، وقتی صبح شد دروغ بگی به همه چی شک میکنن مردم، و این سیستم جمهوری اسلامی ایدئولوژیکلی فروپاشیده. به خاطر همین دروغاش مشخص شده، سیستم با بن‌بست برخورد کرده، و بنابراین من زیاد به اون بدبینی هموطنمون نیستم، اینجور نگاه نمیکنم، خیلی هم خوشبینم، میگم که مردم ما آماده هستن تا این حکومت رو بندازن در زباله‌دان تاریخ و منتظر فرصت هستن. بسیار خوب آقای دایی، اجازه بدید بفهمید شما سوالتون رو خودتون رو معرفی کنید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. من پیروز هستم انگلستان. بفهمید. تشکر میکنم ازتون که آقای دایی رو آوردید. سلام عزیزم خدمت آقای دایی و خیلی از شما متشکرم. واقعا افرادی مثل آقای دایی انگشت شما واقعا مایه فخر و مباهات جامعه چون همچین انسان هایی که اینقدر ریسپانسیبلیتی دارن و به فکر مملکت و مردمشون هستن. مخواستم آقای دایی صحبت کنم، من یه چیزی رو شروع کنم بعد بخاطر اینکه حقیقتش من بچه خوزستان هم هستم در مورد مسائل نفت اینا صحبت کردن. آقای دایی درست میگن. اول اینکه آقای دایی یه چیز مسئله مهمی که هست، متاسفانه همون اینطوری که من اینجا تو انگلیس میبینم، این برنامه های برها چندین سال ماوارو و شرایط امریکا رو هم دنبال میکنم، هم انگلیس هم امریکا هم بیشتر جای اروپا جامعه ایرانی که بیرونن، افرادی مثل شما یا آقای بهبانی یا دیگران یا فعالین همه جا شاید حدود 10-15% باشن. نمیدونم متاسفانه این ماها از کوچکی بهمون ارق ملی خانواده یا پدر مادر آموزش ندادن، میهن دوستی رو یاد ندادن، احساس مسئولیت رو یاد ندادن، وطن پرستی، به فکر آینده بودن. ببینید شما حساب کن یه جامعه خیلی بزرگی یهودی تو امریکا اصلا لابی میکنن، هنوز به فکر سرزمین مادریشون هستن، ساپورت میکنن، حمایت میکنن، لابی میکنن. 90% جامعه که من اینجام تو انگلیس دارم میبینم و امریکا میبینم به فکر جیبشونن، یعنی از هوش و بر و استعداد استفاده میکنن برای آسایش رفاه خودشون، یعنی دیگه فراموش میکنن، اصلا براشون مهم نیست، اهمیت نداره. بعد شما میگید که مثلا لابی نفت مهمه. خب چرا نباید بخش الیت جامعه ما بیاد اون پاتک بزنه، اون پاتکی که اون لابی نایت میکنه، چرا اونا نرن از یه در دیگه وارد بشن؟ این مسلمه، اگه
اگه ما یه لابی درست داشتیم که به اونا القا کنن بابا اگه این حکومت بره عوض بشه، اگه شما دنبال شرایط نیم، اگه کمپانی‌های نفت و گاز می‌خوام بیان مملکت ما الان به زود 1.5 میلیون تولید میکنه، اگه فضا باز باشه، اگه سرمایه گذاری باشه، این تولید ایران شرایطش داره که من که بتونه حداقل 6-7 میلیون بشکه در روز نفت تولید کنه، میتونه قیمت گازو اگه ایران آزاد باشه به اون سطح سرمایه گذاری برسه، توانایی داره که این اینو از چنگ شرایط بازار و چنگ کشورهای عربی در بیاره. این به نفع حتی لابیای نفتی هست، ایران میتونه راحت قیمت نفت و گاز رو بالانس کنه، پایین بیاره. متاسفانه الان همیشه تحریمه. این چه سودی میبرن نایف یا کاسمی در انگلستان؟ حالا اینجا 50 نفرم باشن، هر نفری در 500 تا خانواده باشن، اینا میخوان خون یه ملت رو بمکن، یعنی آینده یه ملت براشون مهم نیست، فقط همین چندین نفر. من متاسفم برای همچین آدم ها. یعنی واقعا بنیاد کاسمی نایاز و این ایرانیایی که اینجا پر انگلیس هم پره، من اسمش گذاشتم پایتخت جمهوری اسلامی دوم، واقعا متاسفم، واقعا اینا مایه شرم هم، این مایه ننگ هم که سپاه که لابی میکنن که جمهوری اسلامی نگهدار، یعنی لابی میکنن که تو خون رو، یعنی نون اینا در خون مردم ایران زده میشه. بسیار خیلی متشکرم از این وقتی که به من دادیم، انشاءالله که موفق باشین. تشکر باز آقای دایی کرد. آقای دایی یه سوالی دارم و میدونم که گرفتاری با این سوال از حضورت مرخص میشم، و اونم وضعیت بنیاد علوی است. چرا این داستان بنیاد علوی رو صداش رو خوابوندن، هیچ کس دیگه راجبش حرف نزد؟ بنیاد علوی که قرار بود نمیدونم افشا کنن دنبال کنن، چی شد که یهو دیگه و این لیستش هم بیرون نیامد، هیچی راجبش حرف نزدن؟ چی شد که صداشو خاموندن به نظره؟ بله، عرض کنم که یه نکته در رابطه با این هموطنم که لوس کردن تلفن زدن بگم، بازم در همین مورد من زیاد بدبین نیستم. بالاخره ببین، ما ها شاید یه جایی اغراق میکنیم، مثلا ایرانی ها دیدی دیگه، میگن ایرانی ها تو انگلیس، تو آمریکا، تو فرانسه از همه باهوش‌ترن، همه تعداد درس‌خونه‌هاشون بیشتره. خب این خبرها نیست دیگه. اینجا ما که هندی ها رو میبینیم، چینی ها رو میبینیم، کره ها رو میبینیم، اونا هم خیلی پیشرفت دارن و در ضمن نسل اول وقتی یک کشوری میره، بچه هاشون معمولا خیلی خوشون بالا میکشن. نسل اول مهاجر معمولا اینجوری هن. دومی که نوع مهاجرت که ما ایرانی داریم طبقه متوسط به بالا از تحصیل کرده هاست که از ایران میان. نمیتونید اینا رو با مکزیکی ها مقایسه بکنید که کارگراش میان اینجا کار پیدا بکنن. که بنابراین حساب و کتاب داره. در مورد اینکه ایرانی ها به فکر خودشونن، فقط 10% تو کار سیاستن، بازم بریم تو جوامع دیگه بگردیم، مثلا ارمنی ها، همه سوریا قبل از که به هم بریزه کشوری خود دیکتاتوری که کم نیست تو دنیا، که اینجور نیست که اونا 90% دارن کار سیاسی میکنن، ما ایرانی ها 10%. همینه، اکثر مردم دنبال کار زندگیشونن. اگه یه موقعی جنبشی و اینها بشه، میان وارد صحنه میشن. بنابراین اصل بر اینه، نه وضعیت منفی. اتفاقا ایرانی ها تعداد کسانی که تو کار سیاسی هستن دغدغه دارن، این همه رسانه، وبسایت، فضای مجازی، تو فیسبوک ها، تو رسانه ها و اینا، این خودش خیلی جای خوشبختیه و من زیاد منفی نمیبینم. اما بنیاد عربی هفت درستیه جناب ببانه، چی شد اینقدر جنجال؟ چون میدونید مهمترین بخشه بنیاد علوی این بود که کشف کردن که این صدها میلیون دلاری که این بنیاد، چون این بنیاد علوی خب بنیاد پهلوی بود، اومدن اینجا به سب رسونن کردن بنیاد علوی، و بعد گفتن نه این ربطی به جمهوری اسلامی نداره، خودش اینجا یه هیئت امنا داره، هیئت مدیره داره، اینا تصمیم میگیرن این درآمدایی که داره رو کجا خرج بکنن. مهمترین درآمدش هم دو تا ساختمون تو خیابون 50 نیویورک که کلی از اون اجاره میگرفتن و اینها ساب ملک بودن. خب برای این که گریبانشون رو نگیرن مقامات اینجا، میگفتن نه خود این هیئت مدیره مستقله، ما پولا رو تصمیم بگیریم به کی خرج بکنیم، به کجا بدیم. در جریان پرونده بنیاد علوی مرشون نخیر این خبرها نبوده، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده که همه این تصمیم ها رو میگرفته، هیئت مدیره هم مثلا نبوده، علکی بوده. دو سه نفر میافتن پیش اولش به اصطلاح نجات حسینیان بوده، بعد جواد ظریف، بعدم محمد خزائی، اینا بودن تصمیم گرفتن پول به کی بدید. یعنی جرم از جرم اصلی مشخص شد که تمام سیستم بنیاد علوی در رابطه با منافع جمهوری اسلامی بوده، چون سفیر جمهوری اسلامی اینو میگه. تا به اینجا شروع علنی کردن و
میگیریم و نمیدونم همه رو دنبال میکنیم، یه باره کی فتیله رو کشتن پایین؟ نه اون جواد ظریف که سفیر جمهوری اسلامی بود رفت ایران، ایشون داره برمیگرده بیاد آمریکا، در یکی از دانشگاه ها اسم نوشتن، ایشون هم مثل بقیه دیپلمات های سابق که یه رفعه میشن استاد دانشگاه تو آمریکا، دارن تشمیرن اینجا. ببینید اینا اگه میخواستن دنبال کنن جناب باقانی، جاهای خیلی باریکی میرفت، میلیون ها دلار به این دانشگاه ها دادن، این میلیون ها دلار آدمایی که حکومت میخواسته فرستاده اینجا، همشون شدن متخصص، به خیلی از روزنامه ها پول دادن، به خیلی از آدمایی دادن، آبروریزی خلقش زیاد بود. به نظر من وزارت دادگستری آمریکا فتیله رو پایین کشید و پرونده رو مختومه اعلام نکردن، ولی دیگه دنبال کسی نرفتن، چون اینم هر در آمریکا خیلی خلاف میشه ولی آن فورس نمیشه، دنبالش نمیرن که این خلاف رو به اصطلاح مجازات بکنن. در مورد پرونده بنیاد علوی، احساس من اینه، درک عمیق من اینه که اینها نمیخواستن، چون وقتی در اومد که اینها به کیا، به کدوم دانشگاه، کولومبیا، هاروارد، چی و چی، همه بنیاد ایمان، نمیم کی اینا نمیخواستن این جلو تر بره، اسامی زیادی ممکن بودن وسط، دیدن که کنترل داره از دست میره. دوم که یادمون نره آقای اوباما که تشوردن، بالاخره دورانی بود که میخواستن با جمهوری اسلامی کنار بیاد، دوست نداشتن این پرونده های مطرح بشه. مجموعه این شرایط و سیاست های کلی آمریکا باعث شد که این پرونده رو خاموشش کنن. دلیلش این میبینیم که به اعتقاد من اینه، چون به یه نوعی هم با کار دادگاه ما به نوعی رابطه داشت. بالاخره آقای امیر احمدی شوراییشون در اون دانشگاه رادگیرز به خصوصیشون بالاخره پولای خوبی از بنیاد علوی گرفته بودن دیگه. و یه چیز جالب دیگه هم که بود، این خیلی جالب بود تو پرونده که ما داشتیم، این بود که آقای میره که اونم 22 سپتامبر سال 2007 احمد نژاد رفت دانشگاه کولومبیا سخنرانی کرد، بعد دو ماه قبلش یه پول زیادی نم 200,000 دلار دانشگاه کولومبیا گرفت از طریق بنیاد علوی قرار که احمد نژاد بره. به جور ما داشتیم که تریسا پارسی رفته مثلا فلان روز پشت راست نیویورک رفته دانشگاه کولومبیا صحبت کرده، که ما نمی‌دونستیم در مورد چی صحبت کرده، ما فقط تقویمش رو از طریق دادگاه کلندر بلکبریش که داشتیم نشون داد، ایشون پشت رفته در دانشگاه کولومبیا اونجا چند ساعت با اونجا صحبت کرده، بعد رفته شب هتل خوابیده، صبح اول وقت رفته پیش سفیر، پیش محمد خزایی اونجا صحبت کرده، هفتش رو بعدم دکتر محمود احمدی نژاد تشریف آوردن و در کولومبیا صحبت کرده. از این پولا زیاد میداده بنیاد علوی، خیلی آدم ها مطرح بودن این وسط. برای من به اعتقاد من، ما میگم به خاطر کار دادگاهمون و اینها دنبال میکردیم، در ریز مسائل بنیاد علوی بودیم. من شخصا احساس میکنم که خود همون داستان نیویورک پرونده رو یه مقداری خاموشش کرد. بسیار ممنون و متشکرم از شما آقا از این فرصت که به ما دادید. قربان شما برم، مرحمتتون زیاد، سپاسگزارم. برای شما همینطور، مرحمت آقا زیاد. به ها گفتگوی با آقای حسن دایی، امیدوارم که در این زمینه کمک کرده باشه. شرمنده از عزیزانی که زنگ زدید و ما نتونستیم شما رو مرتبط بکنیم، بر اساس قولی که با آقای دایی داده بودیم نباید این برنامه بیش از یک ساعت به طول می انجامید. به هر شرمنده از شما که زنگ زدید و من نتونستم شما رو وصل کنم، سپاسگزارم. تا امیدوارم باز هم که کمکی کرده باشه. ممنونم.